بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. اسم شوهرشم بود آریامهر. آریامهر، این آریا و آریایی و مهر آریا و آریامهر از دهنتون نباید بیفته. شیر زنان آریایی، بچه های ما شیر زنان رفتن تا آموزش نظامی میبینن، آموزش رزمی میبینن، همونطور که بارها گفتم، همیشه گفتم، نشونم میدم و خواهم داد که اینجوری برن بزنن این تبهکاران بنی هاشم اشغالگر تازی حاکم که دیگر امروز مرزبان های ما رم به گروه بیگان در ایران است، بیگان در ایران با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگان در ایران است. قهرمان دختر ایرانی، دختر لور رو ببین، لور ایرانی، لور آف هزار سال اقتدار آریایی رو، لور و کرد و بختیاری و آتارپاتی و خراسانی و شیرازی و سیستانی و بلوچستانی و خوزستانی و گیلانی و مازندرانی و خراسانی، همه اینا بر ما آفریدن. در این جهان نو و تکنولوژی مدرنی که اومده، در این جهان نو و تکنولوژی مدرن، تو کجایی؟ آفتاباب میکنی هنوز؟ هنوز لاخ موی دختر من، زن آریایی من، برای تو بهانه است؟ ای چازی شب خوی، شب کور پرید نامرد، دنیا ببین کجا رفته؟ تو کجا داری میره دنیا؟ اصلا میفهمی این چی میگه؟ همراهانه پارس موبایل، من توسط هوش مصنوعی ساخته شدم. هوش مصنوعی به زودی خیلی از شغلها رو مثل معلمی، مترجمی، کدنویسی، طراحی و حتی دکترا رو از بین میبره. حتی میتونه فیلم نامه بنویسه و اگه افرادی که بیکار شدن اعتراض کنن، میتونه به وسیله شناسایی چهره اونها رو پیدا کنه. و جالبه بدونید تازه این شروع کاره. Rock. Paper. Scissors. Shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Let's go. Just kidding. Yeah. البته درسته با اومدنش خیلی از شغل‌ها از بین میرن، ولی شغل‌های جدیدی به وجود میاد، دقیقا مثل زمانی که کامپیوترها خیلی‌ها رو بیکار کردن و شغل‌های جدید به وجود آوردن. با هوش مصنوعی میشه تصاویر دیپ فیک ساخت. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. و جالبه بدونید این دیپ فیک 3 سال پیش ساخته شده. هوش مصنوعی احتمالاً آخرین اختراع انسانه، چون یا به وسیله اون نابود میشه یا اختراعات بعدی رو خود هوش مصنوعی انجام میده. خوشحالم که تا اینجا همراه ما بودین. هفته پیش از شیراز گفتم خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش، خداوندا نگهداری زوالش. ایران همه جاش امروز شده یک لابراتوار آزادی، رهایی، آریایی، تازی ستیزی، بنی هاشم ستیزی. تازی که میگم یعنی بنی هاشمی که تو ایران حاکمن. ما با عرب برابر خارج از کشور اینا کاری نداریم، با این هیچ کاری نداریم. همه انسان ها با هم برابر و برادر و رفیق هستیم، با هیچ کس کاری نداریم. تازیان داخل سرزمین خودت بدبخت، برو بزن بیرون، کن باردنگ، بعد بخوای بخوای خارج برسی. ما با خارجی هاشو کار نداریم. در شیراز هفته پیش یه پسری یا یه دختری خواستگاری میکنه جلو حافظ، میگه شهریست پر کرشمه و خوبان ز 6 جهت خیزیم نیست، ورنه خریدار هر 6 هم. در این روایت سرگذشت حافظ رند شیراز من گفتم، بو میلیونی هم شما گوش کردید، که 6 تا دختر خوشگل میان سر خاک حافظ، دعواشون شده بود که کی از یکی دیگه خوشگل تره. میگم با میریم از این حافظ این بوسی برای یه جور اسم یکی از ما در میاد دیگه تو فالش، بریم فالش رو بگیریم.
پدرم اینو برام تعریف میکرد. پدرم همیشه ما جایزه میداد، میگفت حافظ رو بخونید 5 تومن دارید، 5 قرون دارید، 2 تومن دارید. تو زیر کرسی لا که میشستیم اصلا کرد سالی به ما حافظ یاد میداد، حافظ خانی. 6 تا دختر میرن سر خاک قبر حافظ، دور تا دورش میشینن و فالو میکنن. حافظ هم جواب میده. ببین حافظ هم دوستار میگه من دوستار روی خوش و چشم و دلکشم. بعد برای اینا میگه شهریست پر کرشمه، شیراز رو میگه، خوبان ز 6 جهت، 6 تایشون نشسته بودن، خیزیم نیست. میگه نمیتونم از این زیر خاک بیام بیرون، خیزیم نیست، ورنه خریدار هر ششم، هر 6 تا خودش راضی میکنه. برای همینه که حالا خسرو و شیرین میرن اونجا از هم دیگه خواستگاری میکنن. ببینیم جالبه که بعد این خواستگاری که نمیگن دو تا لچک به سر عبا و چادر و چاقچور سیاه به سر و یک تحریش بسیجی، اونا میان جلو این همه آدم اینا رو بازداشت کنن که بعدی که شما این کاری کردین هم بوس کردین، همون مردمی که دیدین دوربر میریزن رو سر این دوتا، اینقدر اینا رو کتک میزنن، لط و بارو خونی میکنن، لباساشون پاره میشه، تو باز از بین خودشون کسی بدیدم یه فراری میدید، دوتا فرار میکنن میرن. اما هر روز آدم فرار که میکنن میرن تو شیراز، میرن پاسبان میارن. پاسبان ها دوسته تا که وارد میشن، یکی دوتا چون که اصلا دور وای میستن، مامور انتظامی میگم، و یکیشون میاد جلو با بیستیم قیافه میگیره، کی بود، کجا رفت، کی بود، فلان بود، بیاره بیاره من بازش شکم، دستازش تا در میاره، میریزن رو سرش، میزننش کتک بار، لط و بارش میکنن. بعد بیستیمش میفتی زمین، روی رو بیرون میگن چه خبر چه خبر، دوتایی که بودن سمت تماشا میکنن اصلا جلو نمیان. یه دکتر یه رنده بیستیم رو برمیداره میگه بیان جسد این تازی اشغالگر رو ببرید، از شما که وارد نشدید سپاسگزارم. میزنه زمین میره. این ایرانی بچه ایرانی دکتر.